اینجا نقطه ایست که سوسیالیسم شوروی تسلیم تاریخ می شود. Former Soviet republics have dissolved the Soviet Union. Boris Yeltsin tells President Gorbachev to resign now with dignity. صد سال پیشتر در اینجا انقلابی رخ داد که جهان را زیر و رو کرد. انقلابی به رهبری لنین و با پرچم سرخ که دوره ای از جنبش ها، نهضت ها و انقلاب ها را در قرن بیستم آغاز کرد. پیام این انقلاب خیلی زود از مرزهای روسیه تزاری فراتر رفت و با عبور از کوههای قفقاز به ایران رسید. از اکتبر 1917 تا دسامبر 1991 و از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 سوسیالیسم در ایران فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته. اول شیفتگی بسیار موجهی به انقلاب اکتبر وجود داره و این فقط به سوسیالیست ها بر نمیگرد. جامعه ایرانیان هم در انقلاب روسیه نیروی سازمان یافته، نیروی قدرتمند و سیاسی تبدیل می شود. انقلاب هم جشن مردمه، هم جشن ذهنه. In Asia, especially in Iran, there was an additional, basically, aspiration, hope, in that this was a blow against Western imperialism. ما سال 1986 به باکو رسیدیم. وقتی که رسیدیم به اون طرف خیلی احساس خوبی بود. خطر رو گذاشتیم پشت سرمون و خودمون رو به دنیای روشن‌تری احساس می‌کردیم. اینجا خیلی شبیه اون ساختمون است، ولی من یادمه که یه کوچه‌ای بودش جلوی همین دومی که ما بودیم، بعد یه دیوار بلند بود، حالت تپه بودش کنارمون که بعد از پله میرفتیم بالا، بچه ها رو میذاشتیم مهد کودک. خب 30 سال گذشته شوخی نیست. تو این 30 سال معلومه خیلی چیزا تغییر کرده. باید بگردیم هنوز دنبالش. آقای خمینی تو خارج از ایران اعلام کرد که اگر حکومت عوض بشه کمونیست‌ها آزاد هستند. خب این باعث خوشحالی ماها بود که کمونیست‌ها آزادند. بهار انقلاب خیلی زود جای خود را به درگیری متحدان سابق داد. خیلی چیزای بدی می دیدم. مثلا تو محله‌ای که همه با هم خیلی خوب بودیم، همه از بچگی همه با هم دیگه بودیم، کسایی که اصلا حتی توی انقلاب هیچ شرکتی نداشتن، می شنیدم دارن میگن مرگ بر کمونیست، مرگ بر کمونیست.
آیت الله خمینی و هوادارانش در کمتر از 5 سال تمام گروه های چپگرا را از صحنه سیاسی ایران حذف کردند. آخرین این گروه ها حزب توده و سازمان فدایان خلق اکثریت بودند. دو گروه همسو با اتحاد جماهیر شوروی که تا آن زمان از جمهوری اسلامی حمایت می‌کردند. اتهامی که واقعا وارد نیست زده نشد. خب این افترا نیست که حزب توده ایران خیانت کرده در هیچ محکمه جمهوری اسلامی ثابت نشده است. ما حاضر هستیم در هر محکمه از طرف همین جمهوری اسلامی به ریاست شخص شما شرکت بکنیم برای اثبات اینکه این اتهام یک افترا بیشتر نیست. اجازه بدید که زودتر محکمه رو تشکیل بدم. هر چه زودتر، ما اینو خواستیم از شما. ما همونطور که گفتیم جلوی مردم ایران ما حاضر هستیم. البته این دادگاه به شکلی که حزب توده خواهان آن بود برگزار نشد. من نورالدین کیانوری از سال 1321 عضو حزب توده ایران شدم. در کنگره اول حزب عضویت شعبه تفتیش کل حزب انتخاب شدم. به قراری که خبرگزاری فرانسفت اطلاع میدهد، صادق نماینده حزب توده ایران روز دوشنبه در پاریس اظهار داشت اقاریر کیانوری که روز شنبه از تلویزیون ایران پخش شد در نتیجه شکنجه های وحشیانه جسمانی و روانی از او به زور گرفته شده است. تابستون 65 سال ضربه به سازمان بود. ما یک دفعه تصمیم گرفتیم، احساس خطر کردیم، تصمیم گرفتیم که از ایران خارج بشیم. بعد بدون هیچی، یعنی فقط لباس تنمون بودش و توی آستارا یکی دو تا رنگ، لباس رنگ تیره تر خریدیم که بتونیم از مرز رد بشیم. همین، یعنی انقدر سریع بودش. تمام روز و استراب داشتیم، استراب از دستگیری و اینجور چیزا. بعد دیگه رفتیم. با یه مینیبوسی بودش، تعداد زیادی ایرانی بودیم و شش نفرمون باز بچه هامون اومدیم توی این محل. خیلی خاطرات خوبی با این بچه ها دارم که اصلا خیلی هاشون نمیدونم کجا هست، ولی همیشه یاد خوبی هاشون هستم. پس از بازداشت اعضای حزب توده، سازمان فدایان خلق اکثریت نیز از سال 1362 زیر ضرب قرار گرفت. به دنبال خروج کادر رهبری سازمان، اعضا و هوادارانش هم ظرف 3 سال ایران را ترک کردند. فرح محمدی یکی از آنها بود. هنگام خروج از ایران حس دوگانه‌ای در من بود. یکی خطر دستگیری و احیاناً اعدام همسرم در ایران و دوم استراب و شوق و هیجانی که وارد به کشوری می شدم که سالها آرزوی محقق شدنش رو در جامعه خودم داشتم و فکر می کردم که یک روزی اون آزادی و عدالت اجتماعی که خودم احساس می کردم در شوروی وجود داره در ایران محقق بشه. آنها اولین نسل از سوسیالیست های ایران نبودند که به شوروی مهاجرت کردند. پیشتر گروهی از اعضای فرقه دموکرات آذربایجان و حزب توده و قبل از آنها فعالان حزب کمونیست ایران به ناچار به کشور شوراها گریخته بودند.
باکو در ابتدای قرن بیستم مرکز فعالیت‌های سوسیالیستی برای ایرانیان بود. در باکو برای اولین بار ایرانی‌ها با کلمه سوسیال دموکراسی آشنا شدند. در همین شهر نطفه نخستین گروه‌های کمونیستی ایرانی بسته شد. Elə il olub ki, bura 300 min nəfər İrandan fəhlə gəlib. Yəni, əmin o 20-ci əsrin əvvəllərində. Onların çoxusu Bakının neft mədənlərində işləyirdi. Cəmi-i İraniyan xeyli-xeyli qəvi və bozorq bud. Və ismi İraniyan, bəxatiri ki, İraniyan həm digər həm şəxri minamidən, این واژه همشهری مثل امشارا به زبان روسی آمده اما معنی خیلی بد داره. چرا؟ چون که کارگران بودن، فقیر بودن، کسیب بودن و امشارا الان به زبان روسی معنی است که بیدل، نیلود، یعنی məni xub nədəri. Birdən-birə bax, belə bir onlara bir insan kimi yanaşmaq, sonra pişəvəri özü bilirsiniz ki, o fəhlə hərəkatının içində olan adamdır. Sonra o yazacaq ki, dünənki həmşəri bugün yoldaş olurdu, tavariş olurdu. Yəni, hə. Yəni bu, təbii ki, bu münaciət o fəhlələrin arasında bir əks-səda doğurur və bunların arasından başlayır əvvəlcə tək-tük, sonra bir 10 nəfər, sonra mümkündür ki, bir 100 nəfər bu daha fəal, daha aktivləri başlayırlar bu cərəyana qoşulmağa. İnə cəmi-i İraniyan həm də dər inqilab-ı Rusiyyə niruyi sazman yaftı, niruyi qudrətmənd və siyasi təbdil mi şəvəd. و شروع می شود از حزب عدالت، از این ایده کمونیسم و سوسیالیسم و از این ایده، این نیروی خیلی قوی بود و خیلی موقع انقلاب فعالیت داشت. ۲۵ اکتبر 1917 روزی بود که بولشویک‌ها با تسخیر کاخ زمستانی در سن پترزبورگ بزرگترین انقلاب قرن بیستم را به تاریخ تحمیل کردند. نه ماه پیش از آن در جریان انقلاب فوریه نیکولای دوم آخرین تزار روسیه از سلطنت خلع شده بود و دولتی متشکل از لیبرال ها و سوسیالیست ها بر سر کار آمده بود. انقلاب اکتبر نه فقط علیه سلطنت تزارها در روسیه، بلکه واکنشی بود به انقلاب فوریه. این انقلاب در سرزمینی اتفاق افتاد که خانه میلیون ها ملیت غیر روس و میزبان صدها هزار مهاجر خارجی بود. اقلیت‌ها و مهاجران ساکن روسیه خیلی زود ایده‌های انقلاب اکتبر را به فراسوی مرزهای روسیه تزاری از جمله ایران بردند. در آن زمان در جریان جنگ جهانی اول ایران اشغال شده بود. در ایران قحطی زده و اشغال شده آن روز پیام انقلاب اکتبر یعنی نان، صلح و زمین با استقبال عمومی روبرو شد. One of the first things that Lenin did after revolution was to release all the secret treaties between the imperial powers on how to divide up the world. And this was seen as a way of basically ending
the Russian history of imperialism is starting a new slate. در ماه اوت 1907 امپراتوری های بریتانیا و روسیه تزاری در قراردادی مخفیانه ایران را میان خود به دو منطقه نفوذ و یک منطقه میانی بی‌طرف تقسیم کردند. مطابق با همین نقشه سری در جریان جنگ جهانی اول شمال ایران به اشغال روسیه و جنوب به تصرف بریتانیا درآمد. لنین بر این قرارداد خط بطلان کشید. رفقا، برادران، ما اعلام می‌کنیم که عهدنامه مربوط به تقسیم پرشیا باطل و بی‌اعتبار است. به محض آنکه عملیات جنگی پایان یابد، قشون روسی از پرشیا عقب نشینی خواهند کرد و حق ایرانیان برای تعیین آزادانه مقدرات خیش تضمین خواهد شد. مردم این حس رو داشتن که حالا یک دوست دارن به جای اینکه یک دشمنی در اون بالا و این میتونه کمکشون کنه علیه قدرت‌های امپریالیستی. شاعرانی داشتیم، فرخی یزدی، عارف و دیگران، عشقی، و از اینها از این انقلاب دفاع کردن، میگن بلشویک است خضر راه نجات، بر محمد و آل او صلوات. ای لنین، ای فرشته رحمت، قدمی رنج کن تو بی زحمت. تخم چشم من آشیانه توست، پس کرم کن که خانه خانه توست. یا خرابش بکن و یا آباد، رحمت حق به امتحان تو باد. بلشویک است خضر راه نجات، بر محمد و آل او صلوات. در کمتر از 3 سال پس از پیروزی انقلاب اکتبر، آرزوی عارف قزوینی برآورده شد. در بطن جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان و با همکاری کمونیست هایی همچون احسان الله خان، در خرداد 1299 شمسی پرچم جمهوری سوسیالیستی شوروی ایران در گیلان برافراشته شد. در تیر ماه همین سال، نخستین کنگره حزب کمونیست ایران در بندر انزلی برگزار شد. چند ماه بعد، در شهریور 1299، صدها ایرانی کمونیست و غیر کمونیست برای شرکت در کنگره بین المللی خلقهای مشرق زمین به باکو سفر کردند. گرد همایی که به ابتکار حزب کمونیست شوروی و با حضور نمایندگان کمونیست کشورهای آفریقایی و آسیایی برگزار شد. In Asia, especially in Iran, there was an additional basically aspiration hope in that this was a blow against Western imperialism and the Soviet Union would be the beacon of anti-imperialism and liberation of basically Asian people from Western control. And this of course came very much in the Baku conference soon after the revolution, where the Soviet Russia set up a big beating of the peoples of the East. Iran was very well, actually had the biggest representation at the conference there. No, there was obviously a tension, but that's limited to the early years of the Communist International, when it had a certain, I mean, its parties, its sections had a certain degree of autonomy, or a real, if you want, autonomy, in defining their own line, and where the spirit of the revolution was still the dominant. Now, later on, you had Moscow taking full control of the Communist International, of the Comintern,
and turned into a tool of Soviet diplomacy, the tension was very much reduced. But before that, you had, of course, a tension between the interests of the state and diplomacy, which is a state policy, and revolutionary policy represented by the Comintern. جمهوری سوسیالیستی گیلان دیری نپایید. اختلافات داخلی میان اسلامگراها و کمونیست‌ها و سیاست دوگانه شوروی از جمله دلایل اصلی فروپاشی این جمهوری بود. درست زمانی که گروهی از کمونیست‌ها در ایران شوروی در صدد احیای این جمهوری بودند، در دی ماه 1299 و یک هفته پس از کودتای سید ضیا و رضاخان علیه آخرین شاه قاجار، اتحاد جماهیر شوروی با دولت مرکزی ایران عهدنامه مودت امضا کرد. این عهدنامه پایانی بود بر حمایت شوروی از برنامه استقرار یک نظام کمونیستی در ایران. با تثبیت پایه‌های قدرت استالین در شوروی و همزمان رضا شاه در ایران، دوران افول و سرکوب کمونیست‌های ایرانی شروع می‌شود. در شرایطی که رضا شاه با قانون منع مرام اشتراکی زمینه را برای قل و قم سوسیالیست‌های ایرانی فراهم می‌کرد، منعی برای انتشار روزنامه‌ای با آرم صلیب شکسته و حمایت از آلمان نازی وجود نداشت. بعد از تصویب قانون منع مرام اشتراکی، فعالان کمونیست ایرانی دستگیر می شوند. به دهه 30 که می رسیم در حقیقت اینقدر تضییقات برای حزب کمونیست ایران قائل می شن و اینقدر در حقیقت وضعیت جنبش کمونیستی ایران رو فرو می کاهن به خاطر اینکه مرزهای محکم و باثبات در جنوب اتحاد جماهیر شوروی می خوان که رمق چندانی دیگه در حزب کمونیست باقی نمی بونه. آدمایی مثل سلطانزاده اجازه ندارن در کنفرانس های کنگره های کمینترن شرکت کنن، محدودیت های ایجاد میکنن برای اینها، به اینها میگن یا باید پاسپورت شوروی بگیرید یا اینکه اجازه ندارید تو این کشور زندگی کنید. سالهای 1936 تا 1938 نقطه عطفی در تاریخ اتحاد جماهیر شوروی و آغاز فصلی تازه در آن است. دوران پاکسازی بزرگ، فصل محاکمه های نمایشی. شمار زیادی از رهبران حزب کمونیست، مقامات و سربازان ارتش سرخ و رفقای انقلابی سابق، از جمله هزاران ایرانی، به فرمان استالین اعدام یا به اردوگاه‌های کار اجباری تبعید شدند. یکی از آنها احسان الله خان دوستدار از مجاهدین مشروطه بود که به جنبش جنگل پیوست، اما در ژوئن 1920 راه خود را از میرزا کوچک خان جدا کرد و خواهان لغو مناسبات ارضی فئودالی شد. احسان الله خان دوستدار bolşeviklərin belə asanlıqla hakimiyyətə gəlməyi, vurmağı, dağıtmağı bu bütün bu şərq ölkələrinə, o cümlədən də Ehsanullah xan kimi, yəni ki, şorla ayağa qalxan bir insanlara böyük bir təkan verib. Bu insan inqilabçıdır. Ürəkdən inqilaba bağlı bir adamdır və bir qədər də avanturist.
یعنی ماجرا شد. طبع ماجراجویانه احسان الله خان سبب شد خودسرانه برای سرنگون کردن حکومت قاجار به تهران لشکر بکشد. او در نهایت به باکو گریخت و آنجا در فیلمی نقش خود را در جنبش جنگل بازی کرد. Əhsan Allah xanın dəstəsi bu Azərbaycanda yeganə bir qrupdur ki, bunlara bu hökumət siyasi mühacir statusu verib. Məqsəd nə idi? Fikir edirlər ki, mümkündür ki, Əhsan Allah xan təzən qayıtsın. Əhsan Allah xana burada böyük şərait yaradırlar, ev verirlər filan, amma ən mühüm bir şeydən onu deməli qabağını alırlar, məhrum edirlər. O da nədir? Siyasi fəaliyyətdir. Hansı inqilabçı üçün gəldiyi bir məmləkətdə siyasi fəaliyyətdən məhrum olmaq, o bir xadim kimi ölüm deməkdir. Bir cəsəddir, canlı bir inqilabi cəsəd. Əhsan Allah xan der Şuravi ruzegar təlxi ra təcrübə kərd. Salha tapancəş ra pinhani həml mi kərd. دیوانوار کاریکاتورهای علیه رضا شاه می کشید و بیانیه‌های انقلابی به تهران ارسال می کرد. این کاریکاتورها نه فقط دولت مرکزی ایران بلکه حکومت شوروی را هم برآشفت. طبیعی که ستالین رپرسیالار باشدیانده ilk olarak kim həbs olunmalı idi. Və həqiqətən də İhsan Allah xanı həbsə elirlər. Xəstə olur o vaxt, çox ağır bir keçirdi. Nədə ittiham elirlər onu? İrana casus olmaqda. Onun İhsan Allah xanı çox ağır bir məktubları var o Mikayana. Yəni ki, müraciət edir, siz məni tanıyırsınız, kömək istəyir ki, şəhadət verir, mən nə casus, mən kiməm, nəyəm? Nəhayət 1939-cu il martın 10-unda 20 dəqiqəlik o məhkəmə prosesindən sonra vəkilsiz, şahidsiz, ittihamçısız bir çox ölkələrin casusluğunda ittiham edirlər güllələnməyə. شهریور 1320 در جریان جنگ جهانی دوم تهران از چهار سو اشغال شد. سه هفته پس از اشغال ایران به دست متفقین رضا شاه برکنار و تبعید می شود. همزمان مستشاران دولت آلمان از ایران اخراج می شوند. دیگر صدای رادیو برلن از میدان توپخانه پخش نمی شود. محمد رضا شاه زمانی بر جای پدر می نشیند که سربازان آمریکا، بریتانیا و شوروی هنوز در پایتخت پرسه می زنند. شاه جوان کنترلی بر اوضاع ندارد. در فضای باز سیاسی بعد از کنارگیری رضا شاه، بار دیگر عرصه برای حضور سوسیالیست های ایرانی مساعد شد. این بار با نام و چهره ای تازه، حزب توده ایران. After 1941, I think it's almost a repeat of 1917. It's a moment of enthusiasm, great expectations, especially after the Battle of Stalingrad. The world seemed like a different perspective. And in Iran, you find, with the creation of the Today Party after 1941, there is no division between liberals and radicals, between moderates and Marxists. They're very much along the same page. هدف حزب توده متحد ساختن توده ها، کارگران، دهقانان، پیشه‌وران، صنعتگران و روشنفکران مترقی است. البته این طبقات تفاوت‌های اقتصادی با هم دارند. در ایران معاصر اما این تفاوت‌ها تحت شعاع مبارزه مشترک
بر ضد امپریالیسم، زمینداران شهرنشین، سرمایه‌داران استثمارگر و کارخانه‌داران غارتگر قرار دارد. وظیفه ما متحد ساختن طبقات استثمار شده و تشکیل دادن حزب توده هاست. در طول جنگ جهانی دوم، سیاست رسمی شوروی تشویق احزاب کمونیست به همکاری با ملی‌گرایان برای ایجاد یک جبهه متحد ضد فاشیسم بود. خطری وجود داره به اسم هیتلریسم، فاشیسم، و همه نیروهای مترقی جهان متحد میشن که در برابر این بیستن و در کانون نبرد اتحاد شوروی قرار داره و دفاع از شوروی اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. درست در همان زمانی که شوروی به عنوان قهرمان جنگ علیه فاشیسم در سطح بین المللی محبوبیت پیدا کرده بود، حزب توده توانست بخش گسترده ای از اقشار و طبقات مختلف ایران را جذب و سازماندهی کند. از جمله مهمترین تأثیرات انقلاب اکتبر در ساختار حزب توده است. حزب توده سعی میکنه ساختار یک جبهه به خودش بگیره، اما در این حال یک مؤلفه های از ساختار حزب سوسیال دموکرات روسیه را داره. یکی از ویژگی های این گستردگیش است. یعنی شما یه دفعه نگاه میکنیم این حزب در دور افتادترین دهات ایران هم، به خصوص حالا در جایی که کارگری هست، در شمال آمادگی هست، در جنوب کارگران نفت نمیدونم اینا، حزب گسترده میشه و مردم با مفاهیم حزب تو داشته میشن. این یک نکته. حزب در این حال باز بر اساس الگوهای حزب سوسیال دموکراسی سعی میکنه و تا حد زیادی هم موفق هست که لایه های گوناگون مردم رو متشکل کنه و به اونا هویت بده. وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد، چتر حزب توده بر سراسر جامعه ایران گسترده شده بود. سال 1325 حزب توده با جمع‌آوری 100 هزار امضا خواستار حق رأی زنان شد. در اول ماه مه همین سال حزب توده 300 هزار نفر را در روز جهانی کارگر به خیابان آورد. ما میتونیم بگیم که مدرنیزم یا مدرنیته به عنوان تفکر، به عنوان فرهنگ در ایران اساساً این بردوش چپ ایران استوار بوده. در این حال حزب توده با نشریات خودش و با دیگر به فضاهای خودش فضای بزرگی رو برای رشد روشن خلا ارتقا روشن فکری من فراهم میکنه، اما یک دیدگاه نگاه رسمی در وجود داره. این نگاه رسمی که مثلا طبری اون نمایندگی میکنه، نگاهی است که کپی اون به اصطلاح رئالیسم سوسیالیستی ژدانوفی اون دوره است. در تیر 1325 کنگره نویسندگان ایران با حضور سفیر شوروی و به ابتکار انجمن فرهنگی ایران و شوروی برگزار شد. احتمالاً بزرگترین گرد همایی ادبی تاریخ ایران. نزدیک به 600 تن از نویسندگان ایران بدون ترس از سرکوب و دستگیری گرد هم آمدند. If you look at the names of the intellectuals in the Today party in 42 to 47, it's a who's who of prominent intellectuals of Iran. It's not just the usual Marxist intellectuals like Tabari. You find people like Sadegh Hidayat, Nima, Al-Ahmad, all the prominent names of Iranian intellectuals part of the Today party. روزگار خوش حزب توده اما با دو اتفاق برهم می ریزد. ماجرای نفت شمال
و مسئله فرقه دموکرات آذربایجان. حمایت حزب توده از خواست واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی به جایگاه این حزب ضربه زد. اما اتفاق دوم ابعاد گسترده‌تری داشت. با پشتیبانی شوروی، حکومتی خودمختار در آذربایجان به ریاست میر جعفر پیشه‌وری تأسیس شد. و آزادلیقدان مدافع اتملسیزدید. ایندی sizin boynunuza büyük vəzifə durur. O aldığınız torpaqları saxlamaq və aldığınız azadlıqdan müdafiə etmək. Yaşasın Azərbaycan kəndlisinin azadlıq yolunda apardığı mübarizə. 9-10 yaşından mən elə bu inqilabçılar hamısı bizim evdə olublar. Mən də onların içində olmuşam həmişə. Qulaq asmışam, eşidirdim, maraqlanırdım. Çünki atam çox əziyyət çəkirdi. Əziyyət çəkirdi yoldaşları, pişəvəri, doktor Cavid, şəbisləri, padiqan. Bunlar həmişə bizim evdə idilər. Gəlirdilər, bizim evdə qalırdılar. Gecə yatırdılar, anam o xalçanın üstündə yer salırdı. Bəzi adamlar qayıdırlar, deyirlər ki, Pişəvəri Yakaviyan, komünist olmayıb. Xeyr, İran Komünist Partiyasının üzvü olublar. O vaxtları hamı komünist olmasaydı, o inqilabda ya biz Amerikanları gərəmi tərəfində olaydıq, ya Rusların tərəfində. همزمان سازمان سراسری حزب توده در آذربایجان برخلاف تمایل حزب و با توصیه حزب کمونیست شوروی منحل و در فرقه دموکرات آذربایجان ادغام می شود. Also on the Azerbaijan issue, internally they were very critical of the Soviets helping Pishavari set up the Ferge Demokrat. They actually opposed the establishment of Ferge Demokrat. In public, they went along with it, but in private, they were very much against it. موزه حزب توده در قبال مسئله آذربایجان با انتقاد گسترده جریان‌ها و گروه‌های ملی‌گرا روبرو شد. After the Second World War, the shift from at least purported internationalism to Soviet patriotism and the equation between the two, actually, saying that internationalism means supporting the Soviet Union or following the Soviet Union unconditionally. This accentuated the character of the communist parties as appendices of Moscow. حزب توده برای کاستن از فشارها جنبه‌های مترقی حکومت خودمختار آذربایجان را برجسته می‌کند. اعطای حق رأی به زنان، اصلاحات ارضی، تدوین قانون کار، توسعه زیرساخت‌ها از جمله جاده‌سازی و تأسیس دومین دانشگاه بزرگ ایران در آذربایجان. Durduğumuz dövlətin fikri o idi ki, İranın nəzdində, İran hükümətində Azərbaycana istiqlaliyyət verilsin, muxtariyyət verilsin. Öz dilimizdə məktəblər olsun, sinemalar olsun, gedib gəlmə hamı öz dilində danışsın. Bizimki buydu, bizim heç bədə fikrimiz olmayıb ki, İrandan ayrılaq. Biz elə İran olaraq qalırdıq, ancaq istiqlaliyyət istirdik. Ona görə də atam, məsələn, 7-8 ilə qədər türmədə yatıbdı. به دنبال توافق دولت ایران با شوروی و خروج ارتش سرخ از آذربایجان، روز 21 آذر 1325 ارتش ایران وارد تبریز شد و این پایان رویای حکومت ملی آذربایجان بود.
Xəbər verirlər ki, iclas oldu. İclas oldu, qərar aldılar ki, Kaviyan qalır, Doktor Cavid qalır, Şəbistəri qalır, Biriyə qalır. Qalanları rəhbər işçilərdən getsinlər Bakıya. Elə o vaxtı ağam maşını dirsür Tişəvərin evinə. Kim qərar alıb ki, siz gedirsiniz, mən qalıram. Əgər getməməkdir, heç birimiz getməyəcək. Atam deyir ki, öz ürəyimdə fikirləşirdim ki, qoymaram getsinlər də. Qalaq, ya ölərik, ya indi nə olarsa olsun da. Gəldim Rus konsulunun yanına. مسیری که پیشه‌وری و اعضای فرقه برای تحقق سوسیالیسم در ایران طی کردند با مسیری که حزب توده رفت یکی نبود، اما هر دو مسیر به یک مقصد ختم شد، تبعید به سرزمینی که خانه خود میپنداشتند. آتاچف دیر من باقروفا خبر بردیم، Bağırov deyəsən Moskva ilə danışacaq. Moskva ilə danışacaq deyib bir saat da keçdi. Bir saatdan sonra deyir Nuru Qulyev dedi ki, yoldaş Qaviyan siz də ailəyəzi göndərin, özünüz də nə vaxt istəsə çıxın. Bax belə oldu. Bizim gəlməyimiz hələ indi də yadımdadır. Biz uşaqdıq, bir dənə Studebaker maşınına gətirdilər, bizim indirdilər. Anamı, bacımı, məni zadı gətirdilər Zulfiyə. دو سال پس از فرار اعضای فرقه دموکرات آذربایجان به دنبال تیراندازی به محمد رضا شاه در بهمن 1327 فعالیت حزب توده ممنوع اعلام شد. آنچه اما عملاً فعالیت حزب توده را در ایران متوقف کرد کودتای 28 مرداد سال 1332 و پیامدهایش بود. مهاجرت بسیاری از رهبران و اعضای حزب به شوروی و بازداشت و اعدام شمار بیشتری از اعضای آن در ایران. روز یک شنبه 21 مهر ماه در باشگاه لشکر دو زرهی محاکمه تجدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحل توده آغاز گردید. در این دادگاه 10 نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحل توده و 2 نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه می شوند. متهمین سرهنگ مبشری، سرهنگ سیامک، سرگرد وزیریان، ستوانیکم افراخته، مهندس کیوان. محاکمه سرهنگ سیامک و گروهی از افسران سازمان نظامی حزب توده در سال 1333 پایان نمادین فصلی از نفوذ این حزب در ایران بود. آنها عضو تشکیلات مخفی بودند که نطفه‌اش یک دهه پیش در قلب ارتش شاهنشاهی گذاشته شده بود، در یکی از اصلی ترین پایگاه های ایدئولوژیک سلطنت. سه سال بعد دستگیری و اعدام خسرو روزبه، مغز متفکر عملیات های نظامی حزب توده، فرصتی بود برای تبلیغات گسترده حکومتی تا تولد نمادین یک شاه مقتدر را جشن بگیرند. بر باده اجنبی پرست را از سرزمین مقدس میهن خود برکنده ایم. سه ماه پیش از کودتای 28 مرداد با مرگ استالین شوروی وارد دوران تازه‌ای می شود. حالا دیگر نه از شور انقلابی دوران لنین خبری هست و نه از نظم آهنین دوران استالین. ما میرسیم به پایان دهه 60 و دهه 70، یکی از درخشانترین دوره های روابط بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران. هیچگاه بین این دو کشور در چند صد سال پیش رابطه شوروی روسیه با ایران به شکوفایی آخرین 10 سال حکومت پهلوی نبوده.
y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. نسل جدید چپ ایران هم دیگر مسکو را یگان مرکز سوسیالیسم در جهان به شمار نمی آورد. الگوی آنها جنبش های چریکی و مبارزات آزادی بخش از جمله در کوبا، فلسطین و الجزایر است. کمونیست های جوانی که پس از کودتای 28 مرداد پا به صحنه گذاشته بودند، شاه را دیکتاتوری می دانستند وابسته به امپریالیسم جهانی. ایده ای که جریانات اسلامگرا نیز در آن شریک شدند. سرانجام با مشارکت کمونیست ها و اسلامی ها انقلاب پیروز می شود. اما تنها یک گروه بر صندلی قدرت می نشیند. برخلاف نیروهای اسلامی که پشت نام آیت الله خمینی جبهه یک پارچه تشکیل داده بودند، نیروهای چپگرا به موافقان و مخالفان این جمهوری تازه تأسیس تقسیم شدند. برخی همچون سازمان پیکار، فدایان خلق اقلیت و راه کارگر به نبرد مرگ و زندگی با جمهوری اسلامی پا گذاشتند. اما بزرگترین جریان‌های چپ، حزب توده و سازمان فدایان خلق اکثریت راه دیگری برگزیدند. I think after the revolution, the Tudeh party was faced with the problem was what you do with a regime that is clearly anti-imperialist, but its ideology is very alien to Marxist ideology, or even you can say liberal reform ideology. So it is a serious enigma. پاسخ حزب توده به این معما اولویت بخشیدن به مبارزات ضد امپریالیستی است. این سیاست واحدی بود که احزاب برادر کمونیست در گوشه و کنار جهان دنبال می‌کردند. سازمان فدایان اکثریت نیز همان مسیری را انتخاب کرد که قبل‌تر حزب توده با رأی آری به جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود. ما معتقد هستیم در قانون اساسی، همین قانون اساسی که ایران هست، صرف نظر از بعضی نکات منفیش که ما شرح دادیم، بعضی نارسایی ها، مواد مثبتی هست که در قانون اساسی کشورهای غربی وجود نداره. در مورد حق کار، در مورد از بین بردن استثمار، در مورد محدود کردن سرمایه‌داری، در مورد این بخش دولتی و بخش خصوصی، در مورد بیمه برای تمام جامعه، برای تمام افراد جامعه، برای این در این حال هم ارتباط داره با اون سیاست
جهانی حزب توده که تصور میکرد که کنار شوروی وایسادن مبارزه کردن علیه آمریکا، این یعنی بست سوسیالیسم. و در نتیجه تضادی نمیدید بین پشتیبانیش از خمینی و دفاعش از سوسیالیسم. میبینیم که در این برخورد خیلی مسائل فراموش میشه، مسئله آزادی، مسئله دموکراتیسم، مسئله بنیانهای سوسیالیسم که اساساً سکولاره. همراهی با جمهوری اسلامی مانع نشد که حزب توده و سازمان فدائیان خلق اکثریت به سرنوشت دیگر گروه‌های چپ مبتلا نشوند. تاریخ برای کمونیست‌های ایرانی تکرار شد. پاسخ آنها به پرسش‌های تاریخ بقای آنها را تضمین نکرد و پاسخ تاریخ به آنها سخت و بی‌رحمانه بود. بسیاری اعدام شدند. شمار زیادی دستگیر شدند. گروهی نیز به شوروی گریختند. این بار اما برای آنکه شاهد فروپاشی آن باشند. ما سال 1986 به باکو رسیدیم. برای من انقلاب اکتبر انقلاب رو به تجزیه بود. برای من اتحاد شوروی مثل جسدی بود که در حال تجزیه شدن هستش. اینجا نقطه ایست که اتحاد جماهیر شوروی تسلیم تاریخ شد. آیا این پایان سوسیالیسم بود؟ صد سال پس از برافراشتن پرچم سرخ در روسیه، بحران‌هایی که انقلاب اکتبر در پاسخ به آنها رخ داد همچنان پابرجاست. فقر و جنگ و تبعیض و نابرابری. این بحران‌ها بار دیگر برای بسیاری از مردم ایران به مسئله مرگ و زندگی تبدیل شده. آیا سوسیالیست‌ها دوباره به صحنه سیاسی ایران باز خواهند گشت؟